سلام دوستان عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه در خدمت شما هستیم با بخش سوم از بررسی اصطلاحات و واجه های اونها لطفا لایک و کامنت فراموشتون نشه اون زنگوله را بزنید ما بریم سراغ این اصطلاحات خب برای امروز اصطلاح اول What brings you here What brings you here? مدل فارسی این اصطلاح شما کجا اینجا کجا؟ به به از این طرفا یا بدون به به از این طرفا اینها به هر حال مدل هایی ما تو فارسی ازش استفاده میکنیم و اما واژه های وات به معنای چه، کدام، چقدر، چگونه برینگز uh, به معنای پیشکش کردن تقدیم کردن آوردن you تو شما اینو که دیگه میدونید here اینجا چه پیشکشی کردی خودتو اینجا اصطلاح uh, what brings you here از این طرف ها و شما کجا اینجا کجا معادل های که برای این اصطلاح انگلیسی ازش استفاده میشه و اما بریم سراغ اصطلاح بعدی It's not fail. این اصطلاح به معنای این عادلانه نیست این عادلانه نیست حالا میخوای اینشو رو نگو بصلا. عادلانه نیست معادل های فارسی شرو برال It's not نات فیر این عادلانه نیست It's نات not... که خب نیست Not که نفی هست و نه و نخیر و اینها و ایتس نات نیست به معنای نیست فیر چه عجیب انگلیسی فیر خوشگل منصف منصفانه نمایشگاه بور و زیبا معانی متعددی هستن برای این واژه اما خب چیزی که اینجا مستلزم است ایتس fair یعنی که این عادلانه نیست خب امروز ظاهرا کار زیادی نداریم و اصطلاحاتمون کوتاه هستن میریم برای اصطلاح سوم shake a leg این اصطلاح شیک لگ شیک که به معنای لرزش تکان و به هم زدن شیک مشخصه دیگه شیک لرزش و اینها و ایک هیچ لگ پا از بالای زانو تا مچ پا رو عمدتا بهش میگن حالا کار نداریم پا اصلا شیک لگ وقتی تصور کنی بخوای درکش کنی که پاتو بلرزونی این اصطلاح مادل فارسیش میشه عجله کردن بهجم زود باش خب میشه شیک لگ بلرزون پاتو دیگه با بودو دیگه اجله کن حالا درکش کن و بینم فکر کن که این شیک لگ تو رقص هم کاربرد داره یعنی رقصیدن و اینها هم هست شیک لگ اون جداگانه تو ذهن ثبتش کن ولی در کل درک کن که کسی که میگه لگ یعنی اینکه بهجم زود باش عجله کن. این هم از این اصطلاح بریم برای اصطلاح آخر امروز بسیار پرکار برد هستش این اصطلا restشر restشررد به معنای خیالت راحت، حالا بذارید من بگم به معنا ولی خب توجه کنید که معادل فارسیه نه معنی لغت به لغت حالا کار نداریم رست aشر خیالت راحت رست یعنی استراحت نتیجه و آسایش اشرد به معنای خاطر جمع بیمه شده و همچنین جسور شرد در کل رستر میشه خیالت راحت. خب چهار تا اصطلاح رو اینجا با هم کار کردیم و امیدوارم که تو کامنت ها ببینم تمرینتون رو و لذت ببرم. یه محصول جدیدی رو در مورد اصطلاحات بهتون معرفی کنم. اینجا خیلی واجبه چون دیگه جلسه سومه و جدی جدی دارید همپای ما پیش میرید و علاقمند هستید به یادگیری اصطلاحات. میتونید مجموعه هزار اصطلاح یعنی هزار تا اصطلاح خیلی هستا که هزار تا اصطلاح زبان انگلیسی رو بخواید یاد بگیرید و تمرین بکنید با سکانس فیلم ها اونم نه اینطور که مثلا ما تو پیجونا قرار میدیم بسیار خفن مثلا یه اصطلاح و شما انقدر ازش سکانس میبینی انقدر سکانس ازش میبینی و اون سکانس تکرار میشه که میره تو مخت اصلا محاله که تو ذهنت ثبت نشه به جای اینکه یه سکانس یه فیلمی ببینیم اصطلاحات و لغات مختلف رو در هم تو ذهنت ثبت بکنی خیلی خوبه که هزار تا اصطلاح رو و اونم هر کدومشون رو کلید کنی چندین بار تو چندین نمونه تماشا کنی مدام و اصلا محاله که تو ذهنت ثبت نشه در لحجه های مختلف، موقعیت های مختلف، آدم های مختلف و این این خیلی خفنه و اگر میخواید این مجموعه هزار تا که ما براتون آماده کردیم و واقعا هم تلاش کردیم برای به دست آوردنش و تهیه این مجموعه میتونید به پیج اینستاگرام ما بوده انگلیش دایرکت بدید و بگید من مجموعه هزار اصطلاحتون رو در یوتیوب معرفی کردید اون رو تهیه کنم. و همکارانمون بهتون پاسو خواهند داد. فعلا تا جلسه بعدی برای جلسه چهارم اطلاع خداحافظ